74 روز تا آغاز ریاست جمهوری ترامپ. سیاست آمریکا از حالا تا روز تحلیف چه می شود؟ ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد. دوره ریاست جمهوری کنونی ایالات متحده تا روز 20 ژانویه یعنی بیش از 2 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا طبق قانون اساسی این کشور در ساعت 12 ظهر روز 20 ژانویه برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پیش از رأی گیری روز سه‌شنبه گفته بود که در صورت انتخابش به مقام ریاست جمهوری در طول دوران انتقال قدرت به جنگ اوکراین پایان خواهد داد. این در حالی است که او در این مدت از نظر قانونی در رأس امور نیست و اختیار تصمیم گیری در مورد سیاست‌های آمریکا را ندارد. دونالد ترامپ همچنین وعده داده است که پس از ورودش به کاخ سفید کار اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی و پایان دادن به برنامه بیمه درمانی عمومی را آغاز خواهد کرد. از حالا تا روز تحلیف ترامپ چه خواهد شد؟ مقام‌های انتخاباتی در ایالت‌های مختلف آمریکا از روز پنجشنبه کار تایید نتیجه‌گیری و رأی‌گیری را آغاز خواهند کرد. روند انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از روز دوشنبه 11 نوامبر آغاز خواهد شد. ادارات و سازمان‌های فدرال از این روز موظف هستند تا به تیم انتقالی رئیس جمهور منتخب اطلاعات لازم در مورد موضوعات کاری و سمت‌هایی را که باید در دولت جدید تعیین و تکلیف شوند بدهند. فرمانداران ایالت‌ها در روز 11 دسامبر باید نتیجه تایید شده انتخابات را امضا کنند تا نتایج به کنگره ایالات متحده فرستاده شود. 6 روز پس از آن، کالج الکترال برای انتخاب رئیس جمهور جدید در ایالت تشکیل جلسه می‌دهد. این مراسم بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و اکثریت برگزینندگان آن طبق تعهد قبلی به دونالد ترامپ رأی خواهند داد. آرای کالج الکترال در روز 25 دسامبر باید به ساختمان کنگره رسیده باشد. کنگره جدید کار خود را از روز 3 ژانویه آغاز خواهد کرد و رئیس جدید مجلس نمایندگان تعیین خواهد شد. آرای الکترال در روز 6 ژانویه در ساختمان کنگره شمارش خواهد شد. ریاست این جلسه با کاملا هریس است، معاون رئیس جمهوری کنونی و رئیس جدید مجلس نمایندگان. پس از آن در روز 20 ژانویه رئیس جمهور جدید در برابر ساختمان کنگره سوگند ریاست جمهوری خواهد خورد. انتظار می رود که جو بایدن در این مراسم حضور داشته باشد. این در حالی است که 4 سال پیش دونالد ترامپ در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت نکرد. تصمیم گیری در مورد مسائل مهم سیاست داخلی و خارجی آمریکا از جمله ناآرامی‌های خاورمیانه، جنگ اوکراین، برنامه‌های هسته‌ای ایران و غیره تا روز 20 ژانویه بر عهده دولت جو بایدن خواهد. هرچند به طور سنتی رؤسای جمهور در دوران انتقال قدرت یا تصمیم‌های تأثیرگذار در دراز مدت اتخاذ نمی‌کنند و یا در مورد آن با تیم انتقالی رئیس جمهوری منتخب مشورت می‌کنند. با این حال به احتمال زیاد بسیاری از رهبران جهان مانند بنیامین نتانیاهو هم در دوره انتقال با دونالد ترامپ در تماس خواهد و یا مانند شیگرو ایشیبا نخست وزیر ژاپن تلاش خواهد کرد تا با او دیدار کند. وقتی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2020 از جو بایدن شکست خورد، به نظر می رسید که ناقوس مرگ سیاسی او به صدا در آمد. دوره اول ریاست جمهوری او با هرج و مرج و محکومیت به پایان رسید، حتی از سوی اعضای حزب خودش.
برایان لانزا که از زمان آغاز کارزار انتخاباتی ترامپ در سال 2016 مشاور سیاسی او بوده، میگوید که او زمین میخورد و با تمرکزی دو چندان بلند میشود. فکر نمی کنم این بازگشت او جای تعجب داشته باشد. این بازگشت شگفت انگیز رئیس جمهور پیشین را به عنوان چهره‌ای در آستانه ورود مجدد به کاخ سفید قرار داده که از لحاظ سیاسی آسیب ناپذیر به نظر می رسد و صفی از وفادارانی دارد که دست از حمایت و پشتیبانی او بر نمی دارد. 4 سال پیش ترامپ فردی شکست خورده بود. رقیب دموکراتش جو بایدن با فاصله زیادی در تعداد آرای الکترال او را در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2020 شکست داده بود. دادگاه‌ها تلاش‌های او برای به چالش کشیدن نتایج آن انتخاب را رد کردند. تجمع آخرین لحظه‌ای او که در آن حامیانش را تشویق کرد به سوی کنگره امریکا بروند، در حالی که قانونگذاران در حال تایید نتایج انتخابات بودند، به حمله خشونت‌آمیزی منجر شد که افراد حاضر را در ساختمان کنگره نگران جان و امنیتشان کرد و صدها نیروی پلیس در آن زخمی شدند. با این حال دونالد ترامپ دوباره آمد و باید دید که این بار چه خواهد کرد. خب دوستان، این بود حدوداً 74 روز مانده تا آغاز ریاست جمهوری ترامپ. سیاست آمریکا از حالا تا روز تحلیف چه خواهد بود؟ مرسی، متشکریم از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتماً اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدیمون براتون بیاد و بتونید ببینید، و لطفاً اگر پیشنهادی دارید حتماً توی کامنت‌ها برامون بنویسید. بسیار بسیار متشکریم و ممنونیم از اینکه بیننده کانال خودتون هستید.